درود بر شما عزیزان، اینجا سبزه میدون رشت هستش و در واقع دیگه شب عیده، فردا غروب عیده و اینجا هم کاملا شلوغ. هم پیاده رو هستش کنار سبزه میدون و این ور هم خود سبزه میدون که باز هم نسبتا تو این بارونی که الان داره میاد شلوغه. رشت توی بارون یه چیز دیگه است. حالا دوستانی که خودشون تو رشت هستن یا رشتی بودن و الان حالا ایران زندگی نمی کنن یا به هر حال تو حال و هوای بارونی رشت اومدن و قدم زدن، کاملا درک می کنن که من چی دارم میگم و این حس و حال من چه حس و حالیه. بریم داخل، از این پیاده راه داخل بگیریم یه مقدار. این سمت هم که میره به سمت مرکز سبزه میدون، بریم داخل ببینیم اینجا چه شکلیه. انعکاس های نور فوق‌العاده است. بارون میاد خیلی خفن میشه اینجا دیگه. یه مقدار فقط نور اینجا به نسبت کمه، به نسبت حالا فضایی که داره نور کمتری داره. یک سری مجسمه ها تو سبزه میدون نصب کردن که اون ور هم هست. حالا از مشاهیر این شهر هستن، مثلا ناصر مسعودی خواننده موسیقی سنتی و گیلکی که مجسمش اینجا نصبه. و دوباره از این ور میرم، اینجا دیگه کاملا بارون گرفته. چقدر اینجا این انعکاس نورها زیباست. عشنگ این حس فرش بودنه، این حس تازه بودنه، این حس هوای تمیز قشنگ همه جا رو در بر گرفته. نفس که میکشی قشنگ این مجرای تنفسی انگار باز میشه و تازگی رو کاملا حس میکنه. خیلی خوبه. سمت هم کتابخونه سبزه میدان هستش که الان دیگه بسته است. البته الان هلوش 8 یا 9 شب، ساعت رو نگاه کنم، ساعت تقریبا 9 شب. و مردمی که هنوز بیرونن، ترافیک بسیار سنگینه مخصوصا تو محدوده سبز میدون. از موزیسین های خیابونی هستش که برحال یه مانگ ویلا لیلی. اینا هم یه سوال خاصی میدن به شهر دیگه، برحال برای خودشون. کاملا ترافیک تقریبا قفل. این سمت هم خب میره به سمت خیابون لاکانی که به هر حال مرکز
لوازم الکترونیکی، لوازم جانبی، موبایل، کامپیوتر و اینجور لوازم الکترونیکی هستش. برگردیم. برای کجا میگیرم؟ برای خودم. برای خودم.